مادر خدا بیامون عروسی کردن. آخر کاظم هم رفت تهرون و کاسب شد و زن گره. آقا بشیرم که ماشالله هزار ماشالله در بسید. حالا که تو پشت همه گردا و گردن گندی ها رو به خاک رسونی و میخوای بری تهرون، دلم میخواد اونجا منو سرفراز کنی، ثابت کنی پسر جلالی و بچه زون خونه. تا ببینیم خواست خدا چیه. رفتی تهرون یه سر میری سراغ آسد کاسه. درسته که ما سالهاست همدیگر رو ندید، ولی دوستی و رفاقتمون که گم نشده. آدرس اوجه آسد کاسمو بهت میدم، میری بهش میگی من پسر جلالم و از شیراز اومدم. الان آسد کازم میاد. زینت رو دیدیش؟ نه، ندیدمش. داشت آبتنی میکرد. هوا سرد شده، نباید بذاری دیگه تو خونه آبتنی کنه. به حرفم گوش نمیکنه. چرا گوش میکنه؟ اینکه بچه نیست. هنوز بچه هست. هنوز بچه هست؟ وقت شوهر کردنشه. بازم که شروع کردی. مادر بزرگ اکبر آقا این خاصی داریش. اینم که دستبردار نیستم. بهشون گفتم به سه روز دیگه بیاد. بی خود گفتی بیام. راهشون نده تو این خونه. خانواده خوبیه. من اصلا ازشون خوشم نمیاد. آخرش چی؟ دختر امونت مردمه. بالاخره یه روز میره تو خونه یه مرد. کدوم مرد؟ تو به تیمور آدم های بی سر و پای مثل اون میگی مرد؟ همیشه همینو میگی. حتما یه عیبی دارن. قبول دارم که تیمور لات و بی سر و پاست، ولی مصطفی پسر کربلای جعفرم لاته؟ آتقی پسر خاتون جوان به اون رعنایی لاته؟ سهراب پسر میرزا یدالله که اهل محل به اسمش قسم میخورن اونم لاته؟ بس شدی که بس کن. چه خبری خواهر؟ بازم که دعواتون شد. این دعوا همیشه تو این خونه هست. چرا؟ از من میپرسی؟ ناراحت نباش. نمیدونم چی میخواد بشه. انشالله خیر.
این فرش شب عید خریدی، چرا میخوای بفروشی؟ گرفتارم، مجبورم. همه گرفتار مرکز به یه شکلی. به هم بگو مرد، تو به خاطر احتیاج میخوای فرش زیر پای زن و بچه تو بفروشی؟ چی کار کنم؟ فرشتو میبری خونه، من یه پولی بهت قرض میدم، به زخم زندگیت بزن. ایشالا بعضت که روبرا شد قرضتو به هم میدی. خدا از بزرگی کمت نکنه. داو این چه کاریه؟ جدت بهت عوض بده. برو جونا، دست علی به همراهت. تیمور خان، تیمور خان، زینت بود. از کدوم ور رفت؟ طرف خونه. اینو داشته باش بینم، با همین جا وایسا، من الان برمیگردم. باشه چش. زینت خانم، کاری داشتی؟ میخواستم ازت بپرسم بالاخره چی جواب میدی؟ بهتره به جای اینکه تو راه و نیمه را جلوی منو بگیری با آسد کاظم صحبت کنی. باش چند دفعه صحبت کردم، جواب سربالا میده. خودت چی؟ بزرگتر و اختیار داره من آسد کاظمه، جواب اون جواب منه. چه این تو؟ شما کاری داری؟ ما آسد کاظم رو میخوام. خودم هستم، آمری بود. من پسر آقا جلالم، از شیراز اومدم. جاوود؟ جاوود؟ گفتم اونجا آسامیان بوی جلال، مشالله مشالله، چه رشید،
که رعنا پسر عید پدر سوم نریمان الله اکبر. بله شاکر شما میتی بنده خودم. میتی این رفیق منه بهش میگن که میتی خورمالو. نگو خورمالو تو آبا تو چرا خواهد الان گفتی؟ منم گفتم با این خار آقا میتی هم مثل خودت برای ما عزیز. شاکر شما فقط میتی ها باشه باشه چرا بایستدین چرا مثل من بختتون زده بفرمایی بفرمایی بریم خونه ماتر نکنی از را رسیدی خسته ای بفرمایی نه نه کمه تو را باشه میگم بعدا براتون بیارم بفرمایی بفرمایی مواظب حجره باش پسر داوود پسر جلاله آقا جلال آره از شیراز اومده میبینی مشالله یلی شده خوش بفرمایی خواهش میکنم بفرمایی خواهش میکنم بفرمایی میگم عجب دو دستایی داره ورد سرکه ساخ نه سرکه نیست و سکه هست بفرمی بفرمی خواهش کنی بفرمی خواهش کنی خواهش برو تو خب از خوده از جلال برام بگو برام بگو حالش کارش چطوره والا خیلی دلش میخواست به دیدن شما بیاد اما افتار بود خوش باشه شاید هم تا چند روز دیگه کارش را سرویس کنه و دو سه روزی بیاد خدمت قدمش بالای چش سلام چرا ماتت برده دختر بیا جلو داوود غریبه نیست خودمونی از شیراز اومده آقا داوود، آدرس منو که راحت پیدا کردی؟ من تهران رو مثل کف دستام بلدم از میدون سدسمال گرفته تا خود سرچشمه همه شو فوت آبم گم که نمیشیم که، مگه نه؟ پس خیلی جاها رو بلدی بله اما حالا دیگه تهران بزرگ شده تو این شهر درنده شطور با بارش گم میشه و سگ صاحبش رو نمیشناسه ببخشید بله خیلی خوب بگو تشریف داشته باشن همین الان میام شما از راه رسیدین باید استراحت کنین منم باید برم حجره ایشالا شب خدمتتون میرسم با اجازه خدمت از ما خواهش میکنم راحت باشین راحت باشین بفرمایید ببخش زینت بله کارت دارم این پیران چیه پوشیدی؟ فوری عوضش کن چرا سر برهنی؟ مگه نمیبینی نامحرم تو خونه هست چرا اسم تو عوضی گفتی؟ ترسیدم وقتی بفهمی منم نه یا کاری داشتی؟ میخواستم ببینم بالاخره یه جواب درست حسابی به من میدی جواب حسابی همونه که بارها بهت دادم بیشتر از اینم خوشم نمیاد باهات سر کله بزنم همین؟ بله همین میتونی بری باشه
دیر کرده؟ نه. اینجا جای خوبیه. آدم دلش با میشه. خیلی. رفته بودم زیارت. شمع هم روشن کرده. شمع؟ آخه حاجات داشتم. چه حاجتی؟ تو نمیدونی؟ چرا؟ میدونم. راست میگی؟ جونشون؟ طرف رو نشنفتی؟ نه قشنگ بود زاغشون رو میزدی و میدیدی کجا میرن؟ والا عقلم نرسید. عیبی نداره، طرف هرکی باشه دختره رو میرسونه خونه. تو در خونه باش ببین کیه و بعدش کجا میرن. منم اینجا منتظرت میمونم. دلم میخواد خوشخبر باشی. برو باری کرد، برو باش. سلام. خسته نباشی. سلام. آه بگو ببینم قراره چی شد؟ تمام شد. چهار ما چجوری داره طاقت میاره تو شیراز؟ چهاری چیه؟ پول خوبی گرفتم. چشم هم بذاری تمام میشه. تو نمیای پیشم؟ چرا؟ نوکرتم هستم عزیز دلم. حسابی بشنفی پرسیدم دوست داری دوتا کلمه حرف حسابی بشنفی؟ حرف حساب همیشه از دهن آدم حسابی بیرون میاد. گوش کن کازم. آسد کازم. آسد کازم. همه محل پشت سرت نماز میخونن. کوچیک و بزرگ حرمت تو دارن. دم از عزت و مردی و مردونگی میزنی. ولی دلم میخواد بدونم معنی مردی و مردونگی رو میفهمی. آره تو مستی، برو بگیر بخواب. من مستم؟ یا تو که سرتو کردی تو لاکه تو از دنیا بیخبری؟
آزد کازم دلم میخواد به هم بگی امرو خواهرزنت ناموست زینت خوشگله کجا بوده و با کی بوده؟ کف کن اون دهان کسی به تو گیریم که ما لال شدیم کور شدیم چر شدیم چیزی عوض میشه نه 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 آسد کازه این لال شدن این کور شدن این کر شدن آب رفته رو به جوب بر نمیگرد آب رفته رو به جوب بر نمیگرد من مستم قدیم و ندیم گفتن مستی و راستی رک و پوسکنده بهت میگم دوست دارم رک و پوسکنده هم به این بگی اون پسر جوونه که تو خونت جا خوش کرده کیه هم داوودو میگی داووده یا ماووده من نمیدونم فقط میدونم همونیه که داره از کندوی خونت اصل میخوره همونه که امروز زینت خانم جونتو برده بود دلده فرداست که همه اهل محل خبردار شن خواهرزن آسد کاظم فاسخ گرفته و ددهی شده خافه خون بشید وای به حالت اگه دروغ گفته باشی اگه راست گفته باشم زینت میدونی چقدر دوست دارم من فقط از دل دیوونه خودم خبر دارم پس این وسط منم میتونی یکی بگم این طرف بزنی برو تو اتاق گیس بریده بندازه کافی خواب بودی بهتره یه خوردم بیدار بودی
امشب چی دی؟ هیچی، چیزی نیست. داوود 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 های داوود 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 های داوود 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 جون داوود چیه بابا؟ داوود جون زینت منتظرت میخواد باهات حرف بزنه. راست میگی؟ آره. کجا؟ بلند شو من میبرم پیشش. باشو خیلی حالا کن دیگه. بودو بری زینت داوود 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 الله اکبر سبحان ربی عظیم سبحان الله الله اکبر سبحان ربی عظیم محمد. من خودم باش حرف نه بزن. تو نباید باش حرف بزنی. خیلی خوب بابا رو میفرست. اونو بفرستی بهتره. اون وقت قبول میکنه؟ تا بار که قبول نکرد فرق میکنه. بابام آقا جلاله، رفیقشه، تازه وقتی تو بخواد او باید قبول کنه. مگر من ناتی؟ ها؟ آره بابا آره. اصلا نه فقط ما چی گفتیم الکی میگه آره. تو منو میخوای مگه نه؟ پرسیدم تو منو میخوای مگه نه؟ چی بگم؟ بگو منو میخوای. میگم. آخه تو از همشون بهتری. آخه نوکرتم تو هم از همشون بهتری. از کیا؟ از دخترای اونجا. از همه‌شون قشنگ‌تری. راستی؟ دروغم چیه؟ نکی؟ آره بابا آره آره. تو که هنوز اینجایی. اگه نگفتم از اینجا بریم. راستش آخه خیال دارم چند روز دیگه بمونم. گفتم باید بری. نرفتی؟ گفتم که چند روز دیگه میرم. پس اینجا برو همین امروز. هر وقت دلم بخواد میرم. سرگه بی آگه رو حرف من نباید حرف باشه میبانی؟ باید بری. بری سب کن. من ازت میخوام که از اینجا بری همین امروز. بیا از اینجا بره. من اینجا میری اما بازینه فازینه. آره ای تو میترسی برو. کی گفته میترسه؟ من همیشه با تو هم. این همون پسر است که با زینت بود. آره خودم فهمیدم. بریم دیگه. نه منتظر میمونیم ببینیم آخرش چی میشه. این رشته سر دراز داره. حرف بزن تو که جون به سرم کردی. داوودو داوودو کتکی زد. کتکی زد؟ واسه چی؟ اون منو دوست میخواد با من عروسی کنه. تو برو بالا بعد با هم داره. اون میخواد بگیرتی. غلط میکنه. اونم عیب داره. سر تا پاش عیبه. مثل اونای دیگه. مثل اونای دیگه. تو داری بیانه میگیری. آره یادت رفت مادر خدا بیامرزم دم آخر چقدر سفارش کرد. گفت آسید کاظم در حق بچه من پدری کن. پیرزن گردنبند یادگاری مادرشو به تو داد و گفت میخوام زینت که عروس میشه با دست خودت به گردنش بندازی. اما توی مست، توی سیامست، عجب به وصیتش عمل کردی. تو دلت نمیخواد زینت رو شوهر بدی. تو دلت نمیخواد اون از این خونه بره بیرون. میخوای تا آخر عمر توی این چردی باری حبسش کنی. میخوای... حبس دیگه! حرف نزن، لال شو! چرا لال بشم دیگه؟ حبس شدم! چرا حبس نزن؟ بستم، بستم! خبش شو! چت شدی؟ من؟ بند دلم پاره شد. تو که گفتی نمیترسم. من نمیترسم اما بند دلم پاره شد. اون نمیخواد تو شوهر کن. اون عاشقته میفهمی؟ اون عاشقت چی؟ با داوود داره. اون خوشبختت میکنه.
سر کوچه تمامی باشه تو برو ببینم بچه رفیق باباشه آقا جلا آقا جلا آره اون تو شیراز زورخونه داره همه میشناسنش آقا داوود به حرمت و رفاقتی که باباش با آصف کاظم داره دستش بلند نکرد و الا همه عمرش تو زورخونه بوده کسی هم نمیتونه به این زور بگی تو میگی چیکار کنم با من بیا میترسم وقتی عروسی کردی دیگه کاری ازش بر نمیاد نمیدونم چیکار کنم من میدونم سجرت تو ورد و بیار باقیش با من باشه باشه من حرفی ندارم آشف آشف زینت حسین آشف آشف با شما کجا هستین زینت نمیخواد اون از این خونه بره بیرون میخوای تا آخر اون توی چار دیواری حبسش کنی میخوای نستادی که حرف نزن لال شو چرا دار بشم دیگه خسته شدم چرا حرف نزنم چرا چرا بسته پرسیدم زینت کجاست؟ کجا رفته؟ هست بزن زن! ندارم، نمیدونم کجا رفته! میگه آتیش از گور تو بلند میشه! به من چه مربوطه؟ اون بزرگ شده، بلای خودش هم خودش چی بگم زن؟ میدونه. من این وسط هیچ کارم! خفه شو! خفه خون بگیر زن! زن، زنم زن! خفه شو! زن سید کاظم که تو رو نمیشناسه؟ نه آها دلم میخواد زرنگ و قبراق بری در خونه کاظم به زنش برگ بزنی به عنوان اینکه دوست داوودی از شیراز اومدی سر و گوش آب بدی و ببینی تو اون خونه چه خبره باشه حواست باشه بند آب ندی تیز و بازم برگردی بازم باشه Bye.
سلام خانم. سلام. منزل آصف کاظم اینجاست؟ فرمایشی بود، من زنشم. من از شیراز اومدم. با آقا داوود کار. شما؟ رفیقشم. آقا جلال منو فرستاده حالشو بپرسه. پدرش؟ بله. والا حقیقت اینه که آقا داوود امروز رفت شیراز. شیراز؟ آره. اما تنها نرفت. اون خواهر من زینت هم با خودش برد. آخه قراره با هم عروسی بکنه. عروسی؟ به این طرف ارزی؟ چاره ای نبود. آخه آصف کاظم با این عروسی خلق خوش نشون نداد. هنوزم نمیدونه اونا کجا رفتن. شما هم اگه احیانا بهش برخوردین حرفی نزنین. انشالله وقتی اونا عقد کردن آصف کاظم هم سر عقد میاد و کارا به خودی خود درست میشه. حالا بفرمین تو؟ نه دیگه، زحمتو کم میکنم. با اجازه. شیراز تشریف میبرین؟ انشالله. از قول من به همه سلام برسید. به روی
چی شده آسد کازم؟ خیلی جیغ و داد و حوار میکنی. برو برو بگم که اگه کاری از دست ما برمیاد بگو بکنی، رو درواسی نکن، زیادی هم ناراحت نباش. دنیا دنیای زرنگیه دیگه، چه میشه کرد؟ هنگت از تو قفس طلایی که براش درست کرده بودی پر زد و رفت، میفهمی؟ پر زد و رفت. آزد کازم، سلامم. چرا خانه شق و رق را نمیری و دلائی دلائی نمیخوایی؟ اون همه غیرت و تأسف که ازش دم میزدی چی شد؟ کو؟ از با میشنفی قشنگتره این ریش و پشم و بترشید یا سرخاب بمالی؟ بسته دیگه! اینم از ست کازمه تو. قبول باشه. خوش آمدی. صفا آوردی. چه عجب، یاد ما کردی. گریه میکنی؟ وقتی یه مرد گریه میکنه معنیشو میفهمی. چه اتفاقی افتاده؟ اومدم اومدم قسممو پس بگیرم. نگفتی چی شده؟ تو نمیدونی؟ چرا؟ میدونم، همه یه اهل محلم میدونم. دیگه چیزی برای آسد کازم نمیدونم. تو نباید توبتو بشکنی. بشکنم؟ این کارو نمی کنی. می کنم. سر جد قسم نده مرشد. به جدم می کنم، حرف نده. خود دانی امونتی من کجاست؟ تو قفصه خودتی. خیلی بگذرونه، باز آسد کازم سیاه پوشونه. نگاه کن، آسد کازم سیاه پوشیده. چی شده بازم آسد کازم سیاه پوشیده؟ خدا به خیلی بگذرونه. کیمون خان چیه؟ چه خبر شده؟ کازم، آسد کازم سیاه پوشته بود، مثل دیوونه ها سوار شده رفت. رفت؟ میره شیراز. شیراز؟ آره، ولی اون دیگه سالم از شیراز بر نمیگرده. بر نمیگرده؟ اگه برگرده شمرم جلودارش نیست. چی کار میخوای بکنی؟ میریم شیراز، محمودی رو میبریم. طاووس هم اونجاست، چند ماهیه ندیدمش. هم فاله هم تماشا. خلاصه کنم، هر کجا کازم باشه
تیمورم مثل اجل معلق نازل میشه. آسد کاظم اومده. آسد کاظم؟ بره پس چرا بی خبر؟ بچه ها معطل نکنین، باز برید. محمد یا سلمان بپسر الله 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 الله. هنوز هم فرقی نکرده، مگه نه برادر؟ همینطوره. همون یاد و وزا، همون قد و قباره، یادت اون قدم زدنا، شونه به شونه هم، اون گوز رفتنا، پا به پای هم، ستایی از پس یه ایل بر میومدیم، همونطور که از پس زینل و دار و دستش بر اومدیم. چند ما رو میگم یادت باشی؟ آره یادم برادر. تازه دلم میخواد حرف بزنیم. یهو این طرف ها چرا بی خبر؟ پسرمو دیدی؟ استادم دستبوسه داوودو میگن. دلت میخوام جناب، تو من میشناسی بهتر از همه. حق است. تو میدونی من کی بودم و چی کار کردم. حق است. میدونی که از هیچ کس نترسیدم. حق است. ترسم همیشه از یه چیز بود و تو میدونی که یه روز نتونی ناموست رو حفظ کنی. حالا اون روزه.
خوشم و نبینم. جلام میخواد چشماتو باز کنی. حرف بزن. یکی ناموزم و دوزیده دختری که تو خونه من بود، خواهر زنم، ذهنتو میگم. اون کیه؟ یه بی غیرت. اون کیه؟ یه نمک نشناس. اون کیه؟ یه دست ناموز. اون کیه؟ همین تو نزدیکتره. من؟ آره آره، پسر تو، پسر تو، پسر من. پاک اشتباه نخونم از پشت تو نیست. اما برم بیرون، خودت هم برو. کارت دارم. داوود نباید این کارو میکرد. حتما دوستش داره. کازه، داوود من پسر خوبیه، ولی یه خورده سر به هواس، اونو ببخشش. من خیال میکنم یه امونتی پیشت دارم. دلم میخواد اونو پسم بدی، صحیح و سالم، زینتو میگم. اونو از اینجا میبری، صحیح و سالم، قول میدم. منتظر باشید، برمیگردم. داماد آقا داووده. عروس از اینت خانومه. شاهد. شاهد؟ مهدی. بله بله، آقا مهدی. آقا مهدی، با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. داوود، داوود، داوود. خانم زینت خانم، سبیه مرحوم مرتضی خانم، آیا اجازه می فرمایید شما را به عقد دائمی آقای داوود محمودی، فرزند آقا جلال، در بیاورم؟ سلام آقا جلال. سلام، خوش اومدید. داوود اینجا نایمده؟ نه، چند روز اینجا نایمده. کجا میتونه باشه؟ یه سری رفته خونه مهتی. مهتی؟ هره رفیقشو میگم. خدا حافظ. خدا حافظ آجا. الله مبارک است. مبارک. عروس خانم اینجا رو اینجا. آقا داماد شما. افتقش های گفت بکن. برم انگوش میزنم آقا. سلام آقا. انشاءالله مبارک است. به پای هم پیر بشم. بفرمایید مبارکه. دعلت بشیر بکنید. بفرمایید. سلام.
سلام. بابا به هم مبارک باد نمیگی؟ خدا آخر عاقبت این کار رو به خیر کنه. تنها اومدی، عقدش کرده. نمیخواستم کار به اینجا بکشه. خیره، اینقدر سخت نگیر کازم، اتفاق بدی نیفتاده. بگیر، دلم میخواد تو دستاشونو بدی به هم. اونا دوست خوبی هم. من داوودو با خودم میبرم، همون بلایی رو سرش میارم که باید سر یه دوست ناموس رو بود. کازم، بلایی که سر سهرا و پسر تفی مرکی گیر اومد یادت؟ یادمه. حالا همون بلا سر داوود میاد. اون پسر منه، پسر جلال. قاسم هم یه دوست ناموسه. عاقل باش قاسد. قاسم عاقل. اینجا شهر منه، دست تو کوتاست. به داوود که میرسه، تا من زنده هم نمیرسه. خیلی خوب باشه. جلوشو میگیرم. من دنبال داوود میکردم. داوود؟ نکلان یه زود هیچ خبری ازش نمیدونم. خوش آمدی. اوزا رو براز. راحتم، همه جا امن و امانه. تازه کن. تازه است. کاری ازم برمیاد، تعویرم بده. کیو به تعویر بدم؟ داوود. چی کار کرده؟ جرمش چیه؟ تو نمیدونی؟ ببین کازم، زمونه دیگه عوض شده. باری برای من نشده. اونا جفت خوبی هم. داوود خوشبختش میکنه. یا کمی شیطون هست، ولی همچی که بیفته تو خط زندگی عاقل میشه. مگه ما خودمون شیطون نبودیم؟ من دارم از یه دوست ناموز حرف میزنم. اون عقدش کرده. هر دو بالغم. دخترم به میل خودش اومده.
حالم زنشه. کتابی ها بشیری که من میشناختم و رفیقم بود با این بشیر از زمین تا آسمون فرق داره. من فرقی نکردم. این تویی که داری همه چیزو زیر پا میذاری. آسد خاسم حق میگه. پس حق بگو. حق میگم. اینو همه میدونن. من اون دوز ناموسو با خودم میبرم. جانتو میگیرم. با من در میفتی. حرف دورانیست کازم. حرف امروزه. این شهر قانون داره. منم مجری قانونم. قانونو به نخم میکشی؟ یادت رفته اکبر آقا ابرامو که یه شهر از ترسش زهر ترک میشد کپ بست تحویلت دادم؟ اکبر آقا ابرامو شکری کنی؟ سزای قانون شکر زندان از زندونین کن به وقتش. امروز که کاری نکردی. کبوتر دلم باز داره هوای پرواز شیوه عاشقی را کرد دوباره آباد این دل عاشق من عاشق بحر و ناز وای به شهر عشق و دلبران تناز عزیز من خوش اومدی خوش اومدی خوش اومدی به شیراز جدای دلم و خیلی سوزونده ولی باز به دلم مهر تو مونده تو بین قدرت عشق که دوباره دوتا دلدار خیلی دوست دارم. معلومه بیشتر از دو ماه من شیرم و تو نیومدی. حالا که اومدی به قول خودت به خاطر سید کاظم و خواهرزن خوشگلش اومدی. اونا رو ولش کن فعلا جمال خودم و خودت و عشق هست. بیا تو بغلم قربون برام الهی. پناه به خدا منم روزیم به رضای خدا. بله گوشی رو بده به تیمور خواه. من یوسفم. تیمور تو حمومه. کاری داری بگو بهش بدم. بگو الان جلوی تی بی تی بودم. داوود سوار شد و رفت چرا؟ گوشی؟ میشنفی؟ آره بگو. یوسفه. میگه جلوی تی بی تی بودم داوود سوار شد و رفت چرا؟ خوبه خوبه بهش بگو خوشحالم کردی. کار دیگه ای نداری؟ بگو بیاد خونه منتظرشم. تیمور از این خبر خیلی خوشحال شد. گفت خودت هم بیا خونه. میان؟ نه کرت هم خسته. خدا حافظ. Thank you.
بیتی تو میری خونه ما بل. اونجا کسی نیست بل. منم یه ساعتی اینجا میمونم بل. بعد تو میای من میرم خونه باشه بل. ناراحت نباش. میترسم، به خدا خیلی میترسم. تا من زنده ام دست کازم به تو نمیرسه. میرسه. داری با آتیش بازی میکنی؟ خیلی وقتی که این آتیش من سوزنده بیرک بودم که خاکستر نشدم. بلا نسبت از این حرفا گذشته، حالا چی کار میخوایی بکنی؟ من زینتو با خودم میبرم. میبری؟ لابد مردش انقدر تعصب داره که بیا دنبال نوموزش. یادت باشه کازم، زینت عروس منه، منم جلالم. با آبروی من بازی نکن. پسرت اون حرمزاده چرا با آبروی من بازی کرد؟ تر از اینجا بری میرم. بری با زینت حرمت رفاقتو نگه دار. دنیا که آخر نشده، برای من شده. زیرا حتی به خوابم نمیدیدم. اگه دست من به روی تو بلند میشد، من اون دستو زیر ساتور میذاشتم. را بیا یا همش کنه کنه یا ترا یا لیا کنه کن سیده جدت. به حرمت رفاقت و نون و نمکی که با هم خوردیم، من دست به روی تو بلند نکردم. یه وقت فکر نمی جلال ترسو شده، پیش شده. جه کاز بسه. به حرمت جدت، به حرمت رفاقت و نون و نمکی که با هم خوردیم، من دست به روی تو بلند نکردم. یه وقت فکر نکنی جلال ترسو شده، پیر شده. شیر اگه پیرم بشه بازم شیره.
اینا اون وقتا خودت میگفتی. عیب نداره، گذشته هرچه بوده گذشته. من میدونم تو مردی، جوون مردی. بیا در حق داوود منم پدری کن. بذار با هم عروسی کنم. شب عروسیشون تو میخندی، من میرخزم. بعدشم خودت دست به دستشو میدی. آسد کازه، چی شد اون همه سلابه؟ چرا خانه شرکورت را نمیدی و دلی دلی نمیخوری؟ اون همه غیرت و تعصب که ازش دم میزدی چی شد؟ کو؟ از با میشنو بی قشنگتره این گیش و پشمو بترشی و جاش سرخواب بمونی. بسته میشه! زینات، 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 کجا؟ زینات خانم کجا؟ آسد کازم اومده بود با آقا جلال دعوا شد، دارن کتککاری میکنن. کتککاری؟ ایوی نداره، اونا از پس هم بر میاد. بیا بریم، زود داشت من اطلقو میدم، زود داشت میدم. بیا دارن دعوا شد. نابود است. تو دخالت نکن، بیشتر آبرو ریزی میشه. آخرش چی؟ نمیدونم، فقط اینو میدونم اگه این مردم ولنگار از ماجرا بویی ببرن و بفهمن سر جلال و عروس جلال چی اومده دیگه وا مصیبت. ولی من جلوی این آبرو ریزی رو میگیرم. اون کاظمی که من میشناسم شمرم جلو دارش نیست، خدا کنه خودش سر عقل بیاد. به خاطر رفاقت تو بد چاله افتاده. آبروی جلال آبروی منه، آبروی همه ماست. رسم مردی و مردونگی نیست که تنها ببوره. باید از این چاله درش بیاریم بیرون. چی کار میخوای بکنی؟ شاید ندارم که کاظم دختره رو برده تهرون، میریم دنبالش. نه، نبرده تش تهرون. پس کجا برده؟ تو کارم سر خرابه، بیرون دروازه، اونجا منتظر داووده. منو فرستاده که به داوود بگم. حالا خب داوود بیاد خلاص بشی. به داوود چی کار داری؟ تو با من کار داری؟ به خاطر من اومدی شیراز و این علم شنگر رو به پای کردی؟ منم که حالا اسیر تو هم، هر کاری دلت میخواد بکن. دیگه با تو کاری نداری. برعکس، تو فقط با من کار داری. آسد کازم، تو منو دوست داری، تو خاطر خواه منی، تو منو میخوای، فقط منو. بسه دیگه، بسه خفه خون بگیر. تا کی خفه خون بگیرم؟ تا کی لال بشم؟ دلم ترکی، مردم دیگه. بیا این من، این تن من، هر کاری دلت میخواد بکن. بپشون تن تو نانجیب. من نانجیبم یا تو؟ من بدم یا تو؟ تو که انسانیت و پاکیو مثل یه توف زیر پا انداختی و له کردی. آخه چی دیگه از جون من میخوای؟ آخه چی میخوای؟ چی میخوای؟ چی میخوای؟ من فقط داوود میخوام. تا داوود نیاد دست من.
هم رفیق آقا جلالیم. آقا جلال؟ را بیافتون بریم. بازم اومده. دست بردار نیست. اون خیال داره داوود منو بکشه. چه کنم بشیر؟ تمام این بدبختی ها رو من از چشم تو میبینم. این تو بودی که به خاطر دوستی جلوشون نگرفتی و بهش اجازه دادی هر کاری دلش میخواد بکنه. ممکنه من با خیلی ها دوست باشم، ولی این دوستی نمیتونه مانع انجام وظیفم بشه. پس چرا توقیفش نکردی و نمی کنی؟ پس چرا آزادش گذاشتی؟ میدونی بشیر، آزادی این گرگه هار ممکنه برای من خیلی گرون تموم بشه. آقا جلال، درسته که ما با هم برادریم، ولی یادت باشه من مجری قانونم. هر کاری هم می کنم باید در چارچوب قوانین باشه. تو میگی کاظم خیال داره داوودو بکشه، این یه خیاله. خیالم که جرم نیست. من که نمیتونم قصاص قبل از جنایت بکنم. اون عاشق زینته. زینت؟ آره، اینو خود زینت میگه. خاطر خواهی کورش کرده، کرش کرده، مردی و مردونگی را ازش گرفته. من که باور نمی کنم کاظم و این همه بیقیدتی محاله. حتما اشتباه میکنی، تو عصبانی هستی. یه کمی صبر کن. صبر کنم؟ نه دیگه، طاقتم تموم شده. از امروز به بعد منم مثل خودش میشم. سعی میکنم جلوی تیشه کاظم ریشه نباشم. از قدیم و ندیم میگفتم جواب مشتا باید با مشتا. من یادم رفته بود. کجا میری؟ خیال داری چیکار بکنی؟ خیال که جور نیست. کاووس تهرون دو سه روز دیگه برمیگرده. خونه خالیه خالیه. حالا وقتشه که نقشمو عملی کنم. چه نقشی؟ یادت بهت گفتم کاری میکنم که پوزه کاظم به خاک مالیده بشه؟ آره یادم. اگه یادته گوشاتو وا کن و ببین چی میگم. میری در خونه جلال، منتظر میشی که جلال از خونه بره بیرون. به فاصله 4-5 دقیقه در خونه رو میزنی و به زینت میگی برای داوود پیش اومدی که. پیش اومد؟ آره. بهش میگی اتوبوسی که داوود توش بوده تصادف کرده و داوودو بردن مریض خونه. بعد دختره رو به هوای این که ببریش پیش پسره میاریش خونه. اون وقت؟ اون وقت دیگه بقیهش با من. کی میری؟ همین امروز. عصری بری بهتره. باش بیبریم. دوست با تو هم طرف ها. اون رفیقا، اون نامردا، اونایی که تیرشون کردی و به نامردی ریختن سر من کشان. چرا تو سوراخ قایم شدن؟ تو معنای مردی رو میفهمی؟ آسد کاسه مرد، اینو همه ی تهرون میگن. قشنگ تره بگن مرد بود جنار. تو
اگه مرد بودی این علم چنگه رو به پا نمی کردی، صغیر و کبیر و تو آتیش دیوونه بازیات نمی سوزوندی. تو اگه مرد بودی شوشکتو برای یه الف بچه پسر من تجده می بستی. اون ولد زناست. بچه دیگه برم از دستتو ترکی. سلام. سلام. دست خالی اومدی؟ آجر خانم تا روز جمعه میاد. تازه چه خبر؟ من کالی زینت چطوره؟ والا من کلی خبر واسم دارم. بریم تا بهت بگم. زینت؟ زینت؟ چی دلت میخواد بگو، جیغ بزن، فوش بده، عیبی نداره. خیلی منتظر یه همچین وقتی شدم. بیا نوکرتم. بگم چون بیا قربونت برم. زینت کجایی؟ زینت؟ زینت؟ زینت کجایی؟ بگم کجا بودی؟ یه حرف بزن. دستتو جمع کن. اونجا که دلم میخواست بودم، میفهمی؟ اونجا که دلم میخواست، دلم میخواست. تو دیوونه شدی؟ دیوونه؟ دیوونه تویی که حرفای منو باور کردی.
عمو جون برو برو رد کارت. تو خیال میکنی با کی طرفی؟ یه دختر چشم گوش بسته که هیچی سرش نمیشه؟ رو راست بهت بگم، من از اولشم تو رو گول زدم، به خاطر اینکه از دست کاظم خلاص بشم با تو اومدم شیراز. حالا هم دیگه آب از سرم گذشته، بیشتر از من دوست ندارم خرید. زیرک! راست حسینی میگم، من اون دختر معصومی که تو فکر میکنی نیستم، بیشتر از صد تو رفیق دارم، میفهمی؟ زیرک! شنیدی بابا؟ کجا میری؟ چی کار میخوای بکنی؟ مهتی باسم تعریف کرد، تعریف کرد که کاظم زینتو با خودش بردی تو کاروانسر خرابی بیرون دروازه و یه شب باهاش بود. بابا، کاظم بلا سرش آوردی. فکر نمی کنی؟ هنوزم فکر نمی کنی؟ جندوی دارم. خب؟ سراغ تو رو میگرفت و میگفت من دلش نمی کنم. خلاصه با آقا جلال درگیری پیدا کرد. بعد آقا جلال رفت و اون از از تا حالا همینجا نشست و فکر کرد. خیلی تو خودش بود. پیش پای تو بلند شد و رفت. نفهمیدی از کدوم ور رفت؟ رفت کوچه پشت بازار مشی. با من کاری داشتی؟ رو آسمونا دنبالت میگشتم. اینو من میخواستم بهت بگم. بی غیرت بی جهانتو به من بچه! بچه تو گندقی؟ یه مرد با تو حرف میزنه، یه مرد با یه نامرد. خافه خون بگیر حرومزاده. حرومزاده تویی؟ تویی که به یه دختر معصوم و بیگناه رحم نکردی. حرومزاده تویی که خدا با وجدان و پیر و پیغمبر رو ندیده گرفتی. تو باید لچک به سرت ببندی. میکشمت، به علی میکشمت. خلال حرومزاده، خفه شو، خفه خوب بکیم. میکشم یه دخل کنار بچه. چرا میزنیش به انصاف؟ تو چی از جون ما میخوای؟ تو کی این همه به انصافی؟ تو کی این همه بی وجدانی؟ آخه آسد کاظم تو مردی، چرا مردونگی و انصافتو گم کردی؟ کی میخوای بیدار بشی؟ کی میخوای حقیقتو بفهمی؟ اگه میخوای ما رو بکشی، بیا بکش و یه دفعه خلاصمون کن. ما که هر روز هزار دفعه از دست تو میمیریم. آسد کاظم تو رو به خدا بسته دیگه، بسته بسته بسته. بریم، این نارنجی ها تموم میشه، ما با هم عروسی میکنیم. عروسی؟ نه داوود، ما هیچ وقت با هم عروسی نمی کنیم. عروسی نمی کنیم؟ نه. چرا؟ خیلی دلت می خواد بدونی. حرف بزن. پس گوش کن.
وقتی تو تهرون بودی یه روز یه مردی اومد در خونه، گفت که داوود یه بلایی سرش اومده. دنبالش را افتادم اون وقت. چی شده؟ چرا زینت خانم گریه میکنه؟ میتی؟ بله. دست به کار شد. او رو حیات و آب و جارو کنه. روز جامعه من و زینت با هم عروسی میکنه. نه تو بود، نه. بعد عروسی من دانم و تیمو بریم. تو گرگی، گرگ! چرا تو خونه من این کارو کردی؟ بی وجدانی، نامردی، تکی! آها! گردن تو تبر نمیزنه اون وقت؟ اون وقت چی بگم؟ لامصب! چی بگم؟ آخه چرا این بلا رو سر اون دختر رو آوردی؟ چرا اونم مثل من بیچارش کردی؟ چرا؟ زیادتر از کپونت حرف میزنی، خفه خونه گیر! چه وعده هم ندادی؟ اون همه قسمایی خوردی، از مردی و مردونگی حرف زدی. همچین که خرم کردی و خرت از پل گذشت، تو شدی سواره با ما پیاده. بعدش کارم به اینجا کشید که میبینی شدم یه زن سیسنری. ولی یادت باشه من کسی کاری نداشتم، اما اون آسد کازمو داره، جیگرتو در میاره. چطا ببند برو بیرون از این خونه. اگه نرم اون وقت من میرم. ولی یادت باشه این رفتن آخر عاقبتی خوبی واسه تو نداره. تیمور بیدی نیست که از این بادا بلرزه. بیدیمو تعریف کنیم. یه وقت کلکی دستمون نده. سگه کی باشه؟ بریم از اینجا. میریم. ولی چند روزه دیگه. آقا. اینجا زورخونه یه آقا جلاله. آره. کاری داره. باید آقا جلالو ببینم. آقا جلاله؟ یا آقا جلال یا آسد کاظم، کارشون داره. با اونا چی کار داری؟ من کارگرشونم. یکی بلا سر زینت خانم آورده، میخوام بهشون بگم. سر زینت؟ آره. به من بگو تا ببینم چی کار باید بکنم. تو تیمور رو میشناسی؟ میشناسم، بله خوبم میشناسم. میدونی چه حرومزاده یه؟ آره میدونم. پس گوش کن. تو کجاست؟ آخر خیابون زند، کوچه چوببری، نمره 24. یکی از دوستای آقا جلال برده. آقا جلال رفته مسجد خرد. من میرم دنبالش. تو هم برو خونه یه جوری سر تیمور رو گرم کن تا ما خودمون رو برسونیم. فهمیدی؟ زود میای؟ حتما. سلام. سلام، بفرم. آقا رضا. آقا رضا، آقا جلال اینجا؟ نه، یه ساعت پیش اینجا بود رفت. چیه؟ چی شده اینقدر حراسونی؟ یه اتفاقی افتاده، یه اتفاق خیلی بد. باید آقا جلال رو پیداش کنم. چه اتفاقی؟ کی بدبختش کرده؟ حرف بزن ببینم چی شده. الان بگم.
حواست باشه، کاملا مواظبش باش نانجیبو. باش. خیلی بریم. خودتو نگردار. نه نه بیا بیا تو بابا بیا 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 یوسف یوسف برو چرای کاسمو بگیر کلک شو بکن زود باش کجا؟ کجا میخبری؟ اینجا بیدم بیشرف نعمت نمیذارم فرار کنی برم کن چی شده؟ کی تو رو زد؟ تیمور بیشرف فرار کرد طرف کارخونه چوب بری.
چی شده خانم؟ شما تلفن کردید؟ بله جناب سرگرد، از اون طرف فرار کرد، از طرف جو کازم کجایی؟ خودتو به من نشون بده. گوش کنید، راه فرار نداریم، به صلاحتونه که تسلیم بشید، مقاومت فایده‌ای نداره، تسلیم بشید، این یه از این دستور براتون خیلی گرون تموم میشه، اگه جونتونه دوست دارین تسلیم بشید، شنیدین؟ تخلف از این دستور براتون خیلی گرون تموم میشه، گفتم اگه جونتونه دوست دارین تسلیم بشید. دستا بلا برجت به تو هم بسه برجت نفرس بیا برجت به تو میگم برجت من تسلیم میشم من جونم رو دوست دارم برجت
داوود. از چرا ساکتی؟ مبارک باد بزنی. مجلسو گرم کنیم. صفا و دیسایه دیر وقته، عروسو ببری. چشم سید، بدون تو صفایی نداره. تو باید بیا دست به دستشون بدی. من میام اونا رو بفرست برم. بچه ها بفرمه شما. سایه جون پاشو برگونه تو پاشو بریم. من میخوام با هاجر حرف بزنم. تو برو، من اومدم. باشه، با اجازه تو. بهتره تو هم همراه عروس بری. Thank you.